در ماهای اخیر شاهد جهش‌های عجیبی در ماهیت ویروس کرونا بودیم. از چینی به انگلیسی و برزیلی و بعد کم کم ویروس هندی و افریقایی. هرچی که می‌گذره به نظر میاد ویروس‌ها هم سنگین‌تر میشه، هم بیشتر میشه. نام و ملیت این ویروس‌ها فرقی نداشت، مهم تعداد انسان‌هایی بود که در سراسر جهان با این متغیر مرگبار از بین می‌رفتن. باید با این شرایط در هر حال زندگی کنیم، کار کنیم، پیش بریم. اما باز هم اتخاذ تدابیر ستاد مقابله با کرونا و همراهی خوب مردم و اصناف کاری کرد که شرایط مساعد رو ببینیم. مردم خواهش کنم که رعایت کنن، دوباره این اتفاقا پیش نیاد، به خاطر اینکه وقتی که این اتفاق میفته بسته میشه، محدودیت ها میاد که ضرر به همه میخوره. آن کسی که ماست نزنه 4 روز دیگه میشه مثل قبل. دوباره میام میگن اصناف 2 هفته تعطیل، هیچ فایده ای هم نداره. نه فقط جریمه، کاملا جلوی رفت و آمد رو بگیرن تا بشه کنترلی از این جهت بشه. حالا با پیش رو بودن تعطیلات عید فطر باید مردم کاری بکنن که شرایط رو به بهبود کرونا مجدد به بحران تبدیل نشه و بتونیم باز هم شاهد آمار نزولی فوتی ها باشیم. این موج واقعا سهمین ترین موج کووید بود که از شروع بیماری تا الان شاهد بودیم. نگرانی که هست ما در ایام پیش رو و همچنین تعطیلات عید فطر، ضمنی که از همه عزیزان خواهش میکنیم تجارب قبلی و ملاک قرار بدن، واقعا ما باید بدونیم که تحمل موج دیگه را نداریم و امیدوارم با دستور عملی که قرارگاه ملی داده و همچنین رعایتی که خود عزیزان میکنن، انشاءالله از ترددهای غیر ضروری حتما خودداری کنن. در روزهای اخیر تست‌های کمتری مثبت شد و بستری‌های کمتری هم داشتیم. این یعنی اگه ما ترددها رو کم کنیم و مراقبت‌ها رو بیشتر، قول مرحله هفتم رو هم به راحتی پشت سر می‌گذاریم. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.